از پایان آخرین جنگ 50 روزه میان اسرائیل و حماس در نوار غزه و امضای قرارداد آتش‌بسی که تا به امروز با تمام شکنندگیش ادامه داشته، این نخستین سفر یک مقام اروپایی به نوار غزه است. خانم موگرینی، دیپلمات 41 ساله ایتالیایی که اخیراً به جای کاترین اشتون ریاست سیاست خارجی اروپا را بر عهده گرفته، امروز پس از دیدار با جنگزدگان نوار غزه و ویرانه‌های به جا مانده از جنگ اخیر، خواستار بازسازی هرچه سریع‌تر منطقه و از سرگیری روند مذاکرات صلح شد. وی در این سفر با خانواده‌هایی که در اثر جنگ خانه و کاشانه خود را از دست داده و اکنون در مدارسی که توسط سازمان ملل متحد به عنوان پناهگاه از آنها استفاده می‌شود، از نزدیک دیدار کرد. در اثر جنگ اخیر بخشی از نوار غزه با خاک یکسان شده و نیاز به بازسازی کامل دارند. ما می‌دانیم که برای بازسازی نیاز به عمل دولت فلسطینی داریم. به همین دلیل من و همه اروپایی‌ها معتقدیم که خیلی مهم است که یک دولت فراگیر ملی بتواند اداره امور غزه را در دست بگیرد. بر اساس برآورد سازمان ملل متحد، حدود 130 هزار خانواده از جمعیت 2 میلیونی نوار غزه در جنگ خانه‌های خود را از دست دادند و بنابر آمار فلسطینی‌ها بیش از 2100 نفر عمدتاً غیر نظامیان کشته شدند و اسرائیل 67 سرباز و 6 شهروند نظامی خود را از دست داد. ما از همه می‌خواهیم همین حالا، نه 3 یا 6 ماه یا 1 سال دیگر، همین حالا روند سیاسی رسیدن به راه حل دو کشوری را آغاز کنند. خانم موگرینی گفت از زمانی که متولد شده تا کنون اسرائیل و فلسطینی‌ها با یکدیگر اختلاف داشتند. او معتقد است این اختلافات حل نخواهد شد مگر اینکه دو طرف از نظر سیاسی و با یک رهبری مقتدر مایل به رفع آنها باشند. در غیر این صورت این اختلافات تا 40 سال دیگر هم از بین نخواهد رفت. آخرین دور مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیان پس از یک دوره طولانی بحث‌های بی‌حاصل 6 ماه پیش متوقف شد. دولت وحدت ملی فلسطینیان که اعضای حماس در آنها جایی ندارند، محمود عباس را مسئول رسیدگی به وضعیت نوار غزه کرده است. این یکی از شروطی است که اسرائیل برای ترخیص بار مصالح ساختمانی به نوار غزه وضع کرده است. نخستین بار مصالح ساختمانی پس از سالها ماه پیش به نوار غزه رسید. پروانه هدایت، صدای آمریکا.